شم گلزنی، مجازات سنگین با مهمانی ویژه. سلام و درود خدا بر شما باد. امروز اومدیم برای اولین بار با یک مهمانی ویژه، سلاطین فیفا، اومدیم با همدیگه یک چالش خیلی قشنگ بریم در فیفا 23، چالش کورنر همراه با مجازات، اما با مهمانی ویژه علی زلزل. و برای اولین بار با آقا مهدی گل گلاب اومدیم که یه چالشی که تو حالا تو عمرم انجام ندادم و مهدی انجام بدیم. با اینکه اولین بارم میخوام این چالش انجام بدم، مهدی رو ببرم و خودشو مجازات بکنه. مهدی جون من آمادم برای اینکه تو رو مجازات بکنم. خیلی خوب آقا، واسه علی توضیح دادم، نفری 10 تا کورنره با هم دیگه قراره بزنیم، اما 5 تا از سمت چپ 5 تا از سمت راست. بعد اینجوری هم هستش که علی دونه دونه بعد بزنیم، یعنی تو یه دونه میزنی دوباره من میزنم، بعد تو، بعد من، اینجوری میریم جلو. آها اوکی، اینجوری هم حساسیتش بالاتر میشه. آره آره اینجوری میریم باشه. و آخرش گردونه مجازات میاد، توش 4 تا مجازاته، هر کی به بازه اون یکی مجازاتو باید خودش گردونه مجازاتو بچرخونه. خودت توضیح بده دیگه، اینو زیاد به من توضیح نده، اینو برای خودت توضیح بده. باشه لایک و سابسکرایب کن یوتیوب، فراموش نشه لینک علی هم هستش تو دیسکریپشن، همه جا هستش، ماشاءالله علی رو دیگه همه میشناسن. بچا همین الان که این ویدیو رو دارید میبینید، همزمان یه ویدیو دیگه تو چنل منم هست. هر موقع با مهدی دیدید با کلاب زدیم، کلا سبک اینجوریه. هر موقع ویدیو دیدید بدونید که چشم بسته برید رو اون یکی اکانت، رو اونجا هم یه ویدیو جدید هستش، پس از دست ندید جفت چنلا رو. بدون مطلب بریم سراغ ویدیو. برو بریم. علی اول تو میزنی یا من بزنم؟ اول تو بزن دیگه، میزبانی دیگه، چیکار کنم؟ برو نه اول تو بزن، اول تو بزن من ببینم چجوری میزنی. به به تیمو میبینیم. بله فول گل. الان تو با ماهرز که کروش 88 پاچپ تو میزنی، من با اسمولاری که کروش 87 یه دونه پایین تره، کوین دبروینه و پوگبامون هم که یکیه دیگه، جفتمون 89. آره من با کوین دبروینه و محرز بزنم، تو هم با چی گفتی؟ با پوگبا و اسمولارک. ببین الان کورنر کدوم وری میدی؟ هر کدوم راحتی. اول از راست بده، پوگبا کروش بالاتر. پوگبا میزنی از این بر بودم پس. آره از این بر بده. آچه بذار دروازه‌بان رو یارم بیرون. بیا دروازه‌بان اومد بیرون، اولین ضربت رو بزنیم چیکار میکنی؟ اینو باید بیاریم اینجا که این سایت بود بشه ها. بعد یا ابوالفضل خیلی بد بود. آقا خیلی بد بود اولیه من. خدای فکر میکردم اولش راحت گل کنی. واسه منم همونجا بوده. اولین ضربه کورنر رو می‌خواد بزنه با کوین دیبروینه. اتفاقا من فقط هم با کوین دیبروینه تمرین کردم علی. یا ابوالفضل باید این ضربه رو بابا دفاع اون دفاع چیه اونجا؟ اون دفاع چی میگه؟ اونم گذشته بودی. دقت کردم. تا هم گذشته بودی. آرنولد بود که وای وای کم زدم آجی. این اولی ضربه رو تبدیل به گل میکنه. دفات هم خورد، دفات هم خورد. ضربه دوم علی زلزله، ببینم چی کار میکنی. خدا وکیلی خودش بزن ضربه تو بزن. چطوری اینو میزنی؟ ببین همون دیفالت خودش که میادش، همون جا که کنار، یعنی دقیقا همونی که هستش، دست نزن، یعنی توپو چپ و راست نبر زاویه توپو، فقط یه ذره به دروازه نزدیکش بکن و کرل بده بهش. بابا من کرف آه جلوی دفت خودش گره به خدا، خودش گره. خیلی شعله میزنی، خیلی شعله میزنی. وایسا وایسا بذار یکی دیگه بزن. خداییش بهت بذار بگم اینو خودش زدش، به خاطر اینکه یکم خب بذار یکی دیگه بزن، اشکال نداره. آقا اصلا بدش کن یکی دیگه اینو بزن، مشکل نداره. بذار این من دفاع اسکولم ببرم کنار، با دو تا شوک دارم کار میکنم الان. بذار آقا خدایی یه دفاع بیشتر نیست. توی دروازه چه گلی زد به دست خوده، خیلی قشنگ زد. تمام کارت برو بری. آقا یک یک من ولی دوتا زدم. ضربه دوم میخواد بزنه این بازیکن. یا ابوالفضل این تبدیل به گل بشه. گرفت دفاع. این دفاع خیلی پدر سوخته است. باید مثل پوگبای من اونجوری بزنی که هیجوره به دفاع نرسه. الان مساوی شدیم، خیلی ناجور شد. بزن بزن، خالی کردم دیگه واسط. ابوالفضل تا تنم باید پر کنم. یه جوری پر کنی فقط ته ته نشه. اوکی یا ابوالفضل اینو گل کن، میدونه ازش بیافتیم جلو، اینجوری که بوش میادیم میخواد برسه به ما. بازه تو تمرین کرده بود، بزن پرش کن خدا وکیلی. اون بارو کنار دیگه بابا، بازم همون حرکت رو انجام میده و میذاره تو پای دفاعمون. همینو میخواییم. آخه ببین باید پر کنی که مثل گل من بشه، وگرنه میخوره به اون دفاعی که دم کورنره.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. چقدر تو شانس داری، بعد تیرک خورد. خدا وکیلی دیپرونه یه جوری بزن برای تو گل. خدا وکیلی نه 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 ای پتر سوه لبه خط سر ورد. خیلی دهن سرویس دفاعه، بعد یه جوری خوشگل بزنی از این دفاعه رد بشه. الکساندر آرنولد گذاشتیم اونجا، نقد داره. خدا رو شکر، خدا رو شکر. چرا یکی خوب میزنه یکی بد میزنه این پوگبا؟ تو دفاعت خوبه، تو از این مرد داری ضربه ها رو بد میزنی، واسه من برعکسه. تو رو قرآن یه جوری بزن بره تو گل. این دفاعش خیلی پدر سوخته است. وای تو تپ بور شد همونی که میخواستم. خب حالا دیگه میره سراغ پای چپ، درسته؟ آره پا چپ. بیا بیرون، بیا بیرون اون سیسش بزن. او حضرت عباس نه دقیقا همون اتفاقی که واسه مهدی افتاد همون اتفاق هم برای من افتاد. خورد خیلی اصلا چه سب می شده. بعد نامت مهدی می رسه برو قرآن بزن بره تو گل. عمرن نداشت بابا را کنار. دو تا دفاع اومده گذاشته جلو هم. به خدا اون یکی دفاع رو برداشته بودم. شانس نداری دیگه، درسته میزنی. بذار الان من به دیاد میدم. کاری نداری که بابا. الان این دومی ضربه پا چپ من ببین چه جوری میره. بزن بزن. هفت تا زدیم کلا یه دونه گل کردیم. بزن دفاع شماره 16 برو برو. دیبرونی اون اسکول برو تو دفاع. گل نمیشه. خدا رو شکر. اسم داره. غلطی میکنی. داداش اصلا یکی رو برداشت. چی اصلا کارتش چی است؟ گلده یا نه؟ نه نه هیروه بابا. آخه این بنده خدا مهاجمه. اینو گل کنم یه دونه عدد جلوام. برو قرآن نمیکنه از استایل مارز مشخص میزنه تو پای حکیمی. برو قرآن مجید یه کاری کن بره تو گل. وای 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 که الان تو سینه حکیمی میزند. عالی اسکول رونالدو رفت تو گل، گل نشد آخر. من فکرم پدرش داره دستم میاد. این یکی گل نشه دفعه بعدی گل کردم. خیلی تو آخه بابا تو خطری شدی که تو اولی و گل کردی. گفتم یا اول فاز الان ده تا شو به من ببین. دفاعت نبود همه رو گل کرده بودن. نه دیگه اون مسخره میشه. اینکه اونجوری بتونی بزنی چه اینجوری شد آقا؟ بزن از اونجا، از اونجا بزن گذاشت کن. بزن تو شما رو ده اسکول بود دفاع وایسا. آه دفاع های خوبیه. خدا وکیلی سه تا دفاع اونجا عمرن گل بشه. این تو حضرت عباس گل نشه. یا مرا جو خدا زندیک بود بابا. دو بار تیرک خورده نرفته تو گل. کلا سه بار تیرک خوری یه بارش رفته تو گل. عجب شانسی محرز. باگ به ما نخوره. خب خدا روشو باگ به ما نمیخوره. ببین اینو یه جوری باید بزنی تو رو جانو یا بچت که بخوره به حکیمی. تو قرآن بزن. این گل بشه. وای 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 تو یه دروازه. بابا حکیمی ما گل میکنم علی. گفت دمین گل میکنم. گفت دمین گل اسی میکنم. بله یکی میافته جلو. دو تا بیشتر نداری در جریان هست دیگه. بله دو تا بیشتر ندارم. دو تا بیشتر نداری. و در چه صورت منو میبری؟ در صورتی که هر دو تاش گل بشه. بله وگرنه اگر بشه که میره چیز دیگه مسابقه بشه نفر یکی اضاف. آره مولارک تو رو قرآن اسم مولارک. نه 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 خدا وکیلی دفاع رو خالی نکنی. آه ماشاءالله وایسا اونجا. تو رو قرآن گل نشه. گل نمیشه، گل نمیشه. وای وای اسم مولارک. امیدها 5 دقیقه وقت اضافه. تا حالا دیده بودی من تا حالا 5 دقیقه وقت اضافه ده. اون دروازه‌بانه کی بود مهاجمم بازی میکرد اونو میگرفتی بیشتر گل میزد. آها کامپوس. آره دقیقاً. خدایا این ببین علی این گل بشه کار تمام نه. آره دیگه گل نکن دیگه نمیتونی عباس. اصلا مشخصه علی گل بشه. بزن تو گلش. آها ناجوان مردانه بود. یه گل ازت کم میشه به خاطر این حرکتت. چه تو اخلاق رو باختی. الان آخری تا علی گل نکنی باختی. آره با چه سخت شد. گل نکنی باختی. ببین سه تا دفاع قرار داره. خدایی گل نشد. تموم باختی علی. علی باختی. خیلی مفهود. یه دونه هم با اسپولاریک نتونستم گل کنم. دقیقا همینو میخواستم بگم. یه دونه هم باش گل نکردی. همون پوگبا فقط. یه دونه هم آره یه دونه بذار. یه حرکتی یه دونه بذار با پوگبا بیرون پا بزنم. تو میخوای یه دونه تو اول بزن ببینیم اوضاع چطوره. باشه این گل بشه کار تمامه یا نه. اگه نه 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 وایسا این گل بشه تو حتی اگر من بیرون پا بزنم مساوی میشیم. بیرون پا خیلی حساس میشه ولی خیلی سخت بیرون پا. ببینه وایسا واسه بیرون پات میتونی یه بازیکن یا وعده داری که حتی توتی هم باشه. آها نه توتی که ما حالا پولشو نداریم ولی نه پوگبا اوکیه. یعنی میگم بهترین بازیکن تو میتونی ورداری بزنی. حضرت عباس اینو گفت بابا ببر بیرون دروازه بانو. آها حواسم نبود استرس گرفت. زد خودش زد بابا دهنشو سر. آها
خب حضرت عباس خدا نه آقا حکیمی تو رو قرآن مثل گول دوم نسلیم یا علی مدد گول بشه پسینش گرفت باریکلا درشو سلوات بذار بیارمش بیرون دروازه‌بان یا علی مدد این گول نش خدای گول بشه خیلی ستمه رفتی تو شکم فیلم بردار میبینی که اوه یا حضرت عباس وای گول نکردی خیلی بری سخت بود گردونه رو میچرخونی الان ببین اول اصلا معجزات رو بزن بزن استارت تو بزن نمیچرخه استارت تو بزن آ استارت بزن آقا بزن استارتو آره خودت بخون معجزات من چیز نمیگم دوباره بچرخون حذف یکی از سه بازیکن برتر آلتیمیت بابا 150 تا دراز نشست در یک روز دیگه شانس خودش اتفاقا اینو پایم اگه 150 تا دراز نشست در یک روز میرم میخواستم بکنم 200 تا 150 تا شنا تو یه روز او این سخته 1,000,000 دونیت استریم او اینو خدای بیشتر از هم به پایم الان کدومو بزنم اینو بزنم اینو نزن این دکمه پیشنهاد میکنم دکمه رو نزنی چون دکمه رو بزنی خیلی چیزه یعنی دوباره میاد میفته رو همون چیزی که نباید بیفته واسه همین خودت بچرخون حضرت عباس بس دیگه یار دبستانی من وای 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 برو برو نه دوباره به چرخونم دوباره به چرخونم من سر جای اولش آقا دیگه چرخوندم حضرت عباس رفت رد شد ازش همون همون یا علی لیتس گو 150 دراز نشست علی باید بری چند تا میری در روز دیگه نتونستم تو روز بزنم چون کار داشتم دیگه بعد از فوتبال زدم خستم بودم ولی چسبید دفعه بعدی 150 تا شنا بهت میدم دراز نشستم تو مجازات بعدی به خودت شناه رو میدم خیلی دمت گرم چاکس فعلا ای داداش افتخار دادی اومدی خیلی لطف کردی اومدی دمت گرم که ما رو دعوت کردی که اومدی این چالش سم رفتی خیلی حال دادی آقا لینک علی هم تو دیسکریپشن هستش تگم میشه هر جایی که دوست داشتین بریم ویدیو علی هم حتما الان نگاه بکنید اونجا هم یه ویدیو آپلود شده یه ویدیو از من و علی توی کانال علی این ویدیو به 2000 تا برسه چالش بیرون پای کرنر رو با علی میریم اما این دفعه فکر کنم مجاز سنگین تری بشه این دفعه دیگه من با تمرین زیاد میام ولی قطعا بردم باشه آقا ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردی علی حرفی داری واسه پایان ویدیو قربونتون خیلی دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدید تا ویدیو بعدی چاکس فعلا خدا نگهدار